السلام علیکم جمیع و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، عن مولانا أمير المؤمنين علی علیه الصلاه و السلام قال: الظفر بالحزم والحزم باجاله الرأی والرأی بتحسین الاسرار. یا عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و نظم امرکم. مؤمنین نمازگزار، بندگان شایسته خوب خدای متعال، شما و نفس خودم را برای حفظ تقوای الهی، دوری از معصیت و گناه پاکی روح و روان فرا می‌خوانم. از خدای متعال آرزومندیم که ملکه تقوا و تدین به همه ما مرحمت بفرماید. استفاده کردیم از حضرات گرامی حجج اسلام به تنوع در خطبه اول این هفته، محضر شریف شما نمازگزاران در ارتباط با عوامل موفقیت، کامیابی، پیروزی، محضر شریف شما صحبت کنم. سوال اینجاست: چرا در کار و زندگی ناموفقیم؟ هر مسیر را انتخاب میکنیم، هر شغل را انتخاب میکنیم، ولی در آخر در نتیجه میدانیم که ناموفقیم. عوامل موفقیت و پیروزی در زندگی از منظر مولای متقیان علی علیه السلام سه چیز است: از ظفر و بالحزم. ظفر پیروزی. ما در مثال عامیانه داریم فلانی آدم خوب ظفر داره، در کار ظفر داره، در مسافرت ظفر داره، در زن گرفتن ظفر داره، در تجارت ظفر داره، در هر میدان ظفر داره. آقا امیرالمومنین این اصطلاح را به کار برده: از ظفر و بالحزمه. پیروزی به سبب حزم.
کارشناسان علم الحدیث حزم رو معنا کردن به معنای دوراندیشی است. یک از عوامل رستگاری، پیروزی، کامیابی انسان دوراندیشی است. ما معمولا کوتاه بینیم، چه از لحاظ زمانی باشد چه از لحاظ مکانی باشد. کوتاه بینیم، فکر ما محدود است، پیش پا را میبینیم، نوع نگاه ما دور نیست. دورنما یا دور را با چشم ظاهر میبینیم یا دور را با چشم بصیرت فکری میبینیم، با چشم عقل میبینیم، که او را بصیرت میگن. خیلی مجهولات را با چشم بصیرت انسان ها میبینیم. نوع نگاه ما دوربینی نداریم، شابلون ما ظاهربینه، کوتاهبین، پیشوابینیم. یک از عوامل رستگاری، پیروزی و ظفر را حضرت میگه که دوراندیشی. کوشش کنیم در کار کردمون دیدگاهمان را دور ببینیم. از رسول خاتم سوال شده است، یا رسول الله دوراندیشی چیست؟ پیغمبر فرمود دوراندیشی مشوره با اهل خبره است، با دانشمندان است، با خوبان است. دو تا مرجع دارد دوراندیشی، یک مرجعش درونی است، یک مرجعش بیرونی است. مرجع درونی عقل، پیامبر درونی انسان ها عقل، راهنما و چراغ هدایت درونی عقل. هیچگاه کار را سرعت ندیم، هر کاری انجام میدیم بریم با عقل، با پیامبر درونی مشوره کنیم. دوم بیرونی است، هر کاری انجام میدیم بدون تصمیم، بدون فکر، بدون مشوره با خوبان انجام ندیم. عوامل شکست ما اینه. چرا شکست میخوریم؟ چرا ناموفقیم؟ این کار را در نظر نداریم. یک. دوم، آقا فرمود والحزم به اجالت رأی. حزم این دوراندیشی. به اجاله، کارشناسان گفته اجاله از جولانه. جولان اونهایی که در اطراف زندگی کردن، روز یک مسابقه اسب دوانی میشه، اسب رو میاره آماده میگه جولان میده. یک دوبار دور میدان جولان میده. دو علت داره، یک اسب آمادگی میگیره، دو طرف رو میشناسه. این جولان آمادگیه. امروز مسابقات ورزشی جهانی بین المللی میشه، در هر نوع مسابقه اونایی که اهل رزم و تخصصن وارد میدان و رنگ میشه یک جولان میده. آقا امیرالمومنین جا میگه دوم دوراندیشی با جولان دادن فکر، رأی فکر. ما هیچ جا از فکر کار نگرفتیم، به فکرمان توجه نکردیم. علامه بزرگ طباطبایی رحمت الله علیه مفسر المیزان میگه 151 بار خدا در قرآن کلمه فکر، تفکر، تدبر، تعقل، اولوالالباب، اینها از یک خانواده است. 151 بار ذکر کرد. گاهی تعقل و تفکر به عنوان دعوت آمده. ما رو خدا دعوت کرده که همیشه با فکرتون، با عقلتون، با تدبرتون تدبیر کنید. ای صاحبان عقل، دعوت کرد. گاهی هشدار داره. گاهی این تعقل و تفکر
یا صاحبان عقل به جایی به کار بردش که انسانهای اهل جهنم میگه شما وارد جهنم شدیم به عنوان هشدار آمده. لذا بحث اینجاست که ما جولان نمیدیم دوراندیشی را با فکر. این آمده والحزم به اجالت الرأی، رأی فکر، اجاله از جولان، به سبب جولان دادن رأی که دومین مقطع میرسه برای کامیابی. سوم و رأی به تحسین الاسرار. ما چرا ناموفقیم؟ خیلی اول ظاهر بینیم، کوتاه فکریم، به فکر و به مرجع ها مراجعه نداریم. سوم نقص ما اینه که هر گاهی کاری انجام میدیم در اسرار حفظ نمیکنیم. هر کاری انجام میدی با خوبان مشوره کن ولی اسرار را حفظ کن، اسرار را پاش نکن. مثلا هر کاری انجام میدی، تجارت میکنی، کاری انجام میدی، اگر گفتی میبینی که موانع ایجاد میشه، سد راهت چیزی پیدا میشه، ممکن این موفقیت زود از دست بدی، کسان دیگر وارد میدان شه. هر کاری انجام دادی سه تا فرمول اساسی را مولای متقیان برای بدست آوردن کامیابی برای ما بیان میکنه. این سه تا فرمول به دیگر ربط داره: دوراندیشی، جولان دادن فکر، بعد آوردن در صندوقچه اسرار، اینجا محافظت شد. این پیروزیمه. اما هر کار انسان در دنیا منوط است به هدف. هدف مقدس وسیله مقدس میکنه. همت بالا در گفتار قبل در حکمت 47 آقا امیرالمومنین میگه که راز و اسرار موفقیت انسان‌هایی که سرشار از عزت است منوط است به همت انسان. انسان کم همت هیچ جایی نمی‌رسد. انسانی که همتش ضعیف است به مو اندای ضعف همتش عمل می‌کند. وقتی شما زندگی میکنید هدفتون را والا، انتخابتون را مقدس، با وسیله مقدس کار را پیش ببرید. بعضی ها هدفش مقدسه، وسیله نامقدسه. یک نفر مسجد میسازه مقدسه هدفش، از پول دزدی مسجد بسازیم وسیله نامقدس میشه. هم هدف مقدس هم وسیله مقدس انسان عالی می سازه، جایگاه انسان را بالا می بره. اینهایی که مجتهد شده هدفش داشته، اینهایی که دکتر شده، انجینر شده، کس شده، اینهایی که به آسمان رفته، کرات را کشف کرده، صنایع به دست آورده، اینها روی یک هدف حرکت کرده. مفت رایگان کسی به جایی نمی رسه. هدف بالا، خدای متعال در روایت پیامبر عظیم الشان میگه که خدای متعال دوست می‌دارد اون انسان‌هایی که معالی الامور و اشراف ها، کسایی که همتش خیلی بالاست و شرافت و شریف بودن را پیش می‌بره، اینا را خدا دوست داره. و یکره صفصاف ها، اونایی که نیتشان، همتشان پسته، انسانهای پس فطرت هم داریم. انسانهایی است که شب دزدی خانه های مردم فکر میکنه، جولان میده در فکر. انسانهای پس فطرتی که چشم به ناموس مردم میدوزه، با فکرش مطالعه میکنه چی کنه، از کدام مسیر خیانت کنه. لذا هدف عالی را خدا دوست دارد و خدا هم توفیق میده. در اهداف پس و اهداف ناپسند نامطلوب خدا اون از او بیزار است، تنفر داره، جامعه انسانی از او تنفر داره، پست است. لذا یکی از مسیری که ما میتوانیم، عزیزان امروز خواستم عرض کنم چرا ناموفقیم، این امور را باید در نظر بگیریم. هدف ما والا باشه،
خدا هدف بلند را دوست دارد. رسول گرامی اسلام یک شب در سفری با جمعی اصحاب مهمانش. صاحب خانه میزبان خوب پذیرایی کرد. فردا شد پیامبر و پاس زحماتش خطاب کرد به این مرد، گفت هر چی میخواهی من از خدا میخواهم برایت. این مرد فرمود یا رسول الله، یک دانه شتر میخواهم که وسایل خانم را انتقال بده، چند تا گوسفند میخواهم که شیر بده از شیرش استفاده کنم. رسول گرامی اسلام فرمود با اصحاب که ای کاش این مرد به اندازه عجوزه بنی اسرائیل همت بالا می داشت. اطرافیان نگاه کرد به پیغمبر، گفت یا رسول الله، عجوزه بنی اسرائیل چه همت را به خرج داد؟ فرمود حضرت موسی با جمعی از اصحاب از مصر میخواست حرکت کنه، خارج شد به سمت شام. هینیت مسافرت با جمع بنی اسرائیل راه را گم کرد. پیغمبر است، میفهمد که عیب در چیه. جمع کرد بنی اسرائیل و گفت آیا شما کدام وعده و وعید نداده اید؟ یکی از اینا گفت وقتی حضرت یوسف از دنیا میرفت، قبل از دنیا رفتن وصیت کرد هر گاهی شما رفتین بیرون شدین جنازه مرام ببرین در کنار قبر پدرم حضرت یعقوب دفن کن. این وعده را پدران ما پذیرفته بود. اینجاست که حضرت موسی پیغمبر برگشت، مردم را جمع کرد که قبر یوسف کجای؟ هر کس سوال کرد بلد نبود. یک خبر رسید که یک پیرزن بلده. حضرت موسی نفر فرستاد، بعدی نفر پیرزن که آدرس قبر یوسف را. حضرت موسی که قاصدش رسید به پیرزن گفت من نفر حضرت موسی مثل پیغمبر آمدم، میخوام که آدرس قبر یوسف بلدی به ما نشان بده. پیرزن فرمود اگر موسی کار دارد به علم من، خود موسی بیاید پیش من. اگر حضرت موسی میدونه پیغمبره، اگر موسی علی نبینا به ما کار دارد، خودش پیش من بیاید. خبر به منتقل شد به حضرت موسی. حضرت موسی خوشش آمد، خواست بالا، خواست ارزشی، هدف مقدس و خدام دوست داره. هر چی از خدا بخوایم همت بالا، خواست مطلوب مشروع. اینجا حضرت موسی آمد پیش پیرزن، گفت که خودم آمدم، بگو قبر حضرت یوسف کجا؟ گفت که علم را در صندوقچه اسرار حفظ کردم، علم را مفت نمیدم. چون میدانست پیغمبر است، دعایش به اجابت میرسه. میدانست که حضرت موسی یعنی کیه. گفت وقتی آمدی ای پیغمبر خدا و این علم را یک عمر در صندوقچه اسرار حفظ کردم، مفت نمیگم، چند چیز را با من تعهد بده. یک، دعا که تو پیغمبر دعایت به اجابت میرسه که من جوان شم. دو، وعده کو که به من ازدواج میکنی. سه، وعده بده که به عنوان همسرت در بهشت بوده باشم. اینجاست که حضرت موسی علی نبینا وقتی متوجه این خواستها شد، خب دعا کرد پیشگاه خدای متعال، هم جوان شد، هم ازدواج کرد، هم خواست بهشت، هم دنیا هم آخرت، هم دنیا هم آخرت. اینجا پیامبر گفت ای کاش این مرد از پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
به عنوان عجوزه بنی اسرائیل خواست عالی مطرح میکرد. پیغمبر میگه چی میخوای؟ میگه شطور چند گستن. این است که ما همیشه نگیم که او این خواستش بوده. ما از خدا همیشه دعا میکنیم، یکی میگیم خدای زن بده، یکی میگیم مهتر بده، یکی خانه بده. خواستهای ارزشی و کلیدی مطرح نکردیم. خواست خواست است، دعا دعا هست. ما از خدا چی خواستیم، چی دعا کردیم؟ نماز و جمعه، این حج فقراست. وقتی میاییم در این سر سفره نعمت، در محضر خدای متعال، سر سجاده ایش، در محضر پروردگار قرار میگیریم، چه خواسته داشته باشیم، با چه همت از خدا مطالبات انجام بدیم. راز موفقیت انسانهای مطلوب، تصمیم قاطع شرط موفقیت را به انسانها میرسانه. اون فرموله را که حضرت امام علی علیه السلام و ما یاد می اینجاست، خواست ارزشی انسان به جایی میرسانه. هدف مقدس، وسیله مقدس انسان را با انتخاب میرسانه. ما چی انتخاب کنیم؟ ما کجا را انتخاب کنیم؟ این بستگی به انسانه. یک جمله هم در پایان، رسول گرام اسلام ربیعه بن کعب 7 سال شب و روز در خدمت پیغمبر بود. پیغمبر فرمود ربیعه زحمت زیاد کشیدی در این مدت، از من چیزی بخواه که من از خدا بخوام اجرا شد. این سوال اگر از ما شما، ما چه انتخاب کنیم، چه انتخاب داشته باشیم؟ اینجاست ربیعه فرمود یا رسول الله امشب هم من مهلت بدی، امشب هم. این انسان های دور اندیش، این انسان های تعقل گراست. بالفور نگود پیغمبر فلانی چیز مرا بده. پیغمبر خواسته که بخواه از ما چی میخوایی؟ گفت امشب مرا مهلت بده. رفت شب مهلت خواست، فردا شد. وقتی آمد در محضر پیغمبر، پیغمبر خواست، گفت ربیعه فکر کردی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت چی میخوایی؟ گفت یا رسول الله، خواستم این است و وعده بده از خدا بخواه که در بهش در کنار تو باشه. این خواست معقول و ارزشی است. پیغمبر خوشش آمد از سخن خوب، از هدف عالی. خوش هر انسان و خوش خدای متعال میاد. گفت این سخن خودت بود؟ خواست خودت بود؟ گفت بله. گفت چه شد انتخاب کردی؟ گفت یا رسول الله، اگر بگم اولاد بده، اولاد نمیمون. اگر مال بده، مال نمیمون. هر چه فکر کردم، شب تا به صبح خواب نرفتم از پیغمبر چی بخواهم، جز این که در سرنوشت آینده ام که فردای قیامت زندگی نوین شروع می شود، خواستم اینه یا رسول الله در کنار تو در بهشت بوده باشه. این خواست من. پیغمبر هم خوشحال شد، هم خبری بزرگ بود. گفت ربیعه تو به من یک تعهد کن. این سخن پیغمبر پیام در ظاهر، سخن مخاطبش ربیعه است، در حقیقت به همه ایماست. یک تعهد بده، سجده طولانی را ترک نکن. من برایت بهشت را ضمانت میکنم. این است عزیزان، هرگاهی به مشکل رو به رو شده، مشکل رفت شد، سجده شکر، سجده طولانی انجام بده. هرگاه بلا دفع شد، سجده شکر بکش. هرگاه خدا به تو نعمت داد، سجده طولانی شکر بکش. این سجده‌ای که بالای خاک میفتی، نهایت مقدس‌ترین نوع عبادت در محضر خداست. خدا اراده است. این خواسته های ارزشی است. اما چون قصه نشود، ما بعض اوقات خاطرات، قصه، ماجرا نوع تحول در انسان ایجاد میکنه. گاهی انسان ها انسان های خیلی کوتاه فکر، چون امام علی گفت دور اندیش جولان فکری بدیم. در اسرار صندوقچه ذخیره
امن و امان، صندوقچه اسرار، امانت و اسرار را حفظ کنی. در بنی اسرائیل بود ظاهرن یک مرد عابد به شکل الهام شد که سه دعایت را خدا میپذیرد، از طریق پیغمبر برایش خبر داد. این مرد آمد با خانومش مشوره کرد که پیغمبر به من گفته که سه دعای تو قبول میشه، من چی بخواهم؟ خانومش سره گفت، گفت دعا کن که من جوان شوم خیلی مقبول شد. این تحت تأثیر قرار گفت، چون زن دوست داره، گفت دعا کرد خدای زن من هم جوان هم خیلی زیبا. بعد مدتی که هر گاهی که زن مقبول شد زیبا شد، اسرا و این حفاظتش سخت، آزمونش سخت، امتحان شدید قرار میگیریم. زن زیبا در جلو چشم همه اشراف قرار گرفت، از هر طرف تا اینکه در مفسده گرفتار شد. مرد ناراحت شد، روحش نارام شد، تا اینکه دعای دوم کرد، خدایا این خانومم را، صورتش را، جسمش را به صورت سگ تغییر بده. دعایش شد به صورت سگ شد. همه مردم قصه سر بازار و کوچه و خانه شد. اولادها رنج می برد. اینجاست تا یک مدت زمان اولادها پیش پدر آمد، گفت که پدر جان دعا کن که مادرم در حق از این وضعیت بیرون شد، ما از خانه بیرون شدن نمیتونم. این پدر دعا کرد، خدای خانم را به مو روز اول شد برگرد. دعا استجابه شد و مثل روز اول شد. در نتیجه چی میگه؟ که گاهی اوقات فرصت طلایی پیش میآید، انسان از فرصت طلایی استفاده نمیتونه. سه دعایی که رد نمیشد، پیغمبر خبر داد سه دعا که دعایت به اجابت میرسد. سه دعا اول و آخر نتیجه، پس امو صفری که بودم از اولی که بود به امو نتیجه برگشت. لحاظا وقتی ما میاییم در نماز جمعه در فرصتهای تنهای دل شب قرار میگیریم، گاهی دل شکسته میشیم، یک وقت حال پیدا میکنیم از خدا هم دعا کنیم، خدایا در همه حال اون دعایی که پیغمبر و ائمه طاهرین انجام داده که لذت عبادت، شیرینی، حلاوت بر ما بچشان، اون حال پیدا شد. وقتی حال پیدا شد دعا به اجابت میرسه. اونجاست که خدا میگه مرا در قلبها و دلهای شکسته جستجو کنید. هر زمان دل شکسته شده دعا کردی، غرض از این تذکر این بود، دنیا میخواهیم با دوراندیشی فکر و از حفظ اسرار، آخرت میخواهیم با این همت عالی، زیاده خواهی در خیلی چیزها بده، اما در دعا هیچ عیب ندارد.